سلام دوستان، اینک شرکتی دوروری صاف سودا تخفیف سالینوی خود را آغاز نمود. برای زیاد کردن ریش یا برای زیاد کردن موی سر یا برای کم کردن وزن خود یا زیاد کردن وزن خود یا برای زیاد کردن قوه مردینگی به شرکتی دوروری صاف سودا مراجعت کنید. برای درخواست های خود را روان کردن از سایت صاف سودا رو استفاده برید. رقم ها در روی اکران. دستفکه به همه شهرهای فدراسیای روسیه برای سال نو تا خانه شما به پول می باشد. شهرهایی که برون از روسیه هستند در مدت دو روز دستفکه کرده می شوند. السلام علیکم به هر یک نفری که عینی حال نواری ما رو تماشا کرده ایستاد است. امروزه ویدیوی ما آید رقم های تلفن فرودگاه ها، چون که چندی نفر برادران به ما مراجعت کردند و در کامنتری ها نیز نوشتند که همی رئیس هایی که هست ما چی گونه میتونیم که زنگ بزنیم اگر که ایرپور در نزدیکی همون نباشه. به همین خاطر حاضر ما انمو رقم های تلفن هاشون و امکانیتش باشه، اگر رقم های کسه هاشون هم به شما میگم بودی قد گوش کنین، میتونین که زنگ بزنین خطان باز پرسان بشین. چی سوالی که داشته باشین سوال هاتون در اموجا پیشنهاد کنین زنگ زده و سوال هاتون جواب میگردونن. با دقت گوش میکنین. رقم های تلفن ایرپورت را من میخونم. مسکو فرودگاه بین المللی دمدد و کسای رقم 88 و رقم 40. تلفن 8 929 59 94 541. سنگ پترکبورگ فرودگاه پولکوا، تلفن 8 977 52 05 886. سنگ پترکبورگ پراسپکت مسکو خانه 7 حجره 40 ان، تلفن 8 977 52 05 888. فرودگاه بین المللی نوسیبیرسک، تلفن 8 916 11 33 59 98 و 8 903 51 204 20. فرودگاه یکاترینبورگ، تلفن 8 917 56 81 253. فرودگاه بین المللی کراسنویارسک، تلفن 8 916 11 33 599. فرودگاه شهر ایرکوتسک، تلفن 8 916 11 33 599. فرودگاه بین المللی کازان، تلفن 8 903 51 204 20. فرودگاه بین المللی اوفا، 8 903 51 204 20. و فرودگاه بین المللی کراسنودار، 8 917 56 81 253. برادران عزیز، ای بود رقم های تلفن فرودگاه ها، یعنی که شما میتونین به همین رقم ها زنگ بزنین و پرسان بشین آید پرواز ها، آید نرخ و نوای بلیت ها. به همین رقم ها مراجعت کنین و شما میتونین که از همه چیزها آگاه باشین. این چیزا برای چی ما پیشکش کردم؟ به خاطر که بسیار نفرها خواهش کردن در کامنتری ها رقم های فرودگاه ها را پرسیدن و خوشبختانه ما این چیزا دریافت کردگی بودیم، در یک نوار دیگر هم گفته بودیم و باز امروز یک بار دیگر تکراری هم اگر باشه با شما پیشکش کردیم. بهری شخصانی که در کانال ما نو آبونه شدگان یا که رقم ها را نمیدونستان، این رقم ها را بگیرین، زنگ بزنین و معلوماتی پراتر دسترس کنین. اکنون میگذاریم به قسم خواندن کامنتری ها. مصیدین نویسته: سلام علیکم، لیکن ساربان جان یکمش خداوند و چیزی میگوی برادر همون شده است، الله نگهبانت باشه. ما را کوشش میکنیم که سری وقت برنامه های با اساس و چیزی را که پیشنهاد میکنن و چیزی که در همین وضعیت مطابقت میکنه همون چیزها را با اساس پیشکش شما بگردونیم. ولی بعضی نفرها می نویسن که برنامه های دروغ یا که ویدیوهای دروغ ما پیشکش میگردونیم. این چیزا تنها ما میدونم که خداوند میدونه که آیا برنامه های دروغ میکنیم یا یگان کس فریب میکنیم. این چیزا خداوند خودش بدونه. ما ده همین قدر کفایه های برای که ما چندین مرتبه گفتگیم که هر چیزی را ما ویدیو میکنم و به اساس نیسته. انگل نویسته: کی پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه کشاده می شود؟ ما انتظار هستیم. برای کار به شما اکی ساروان. خداوند کی وقتی که راضی باشه همون وقت کشاده می شود.
غریبچه عاشق صبر نویسای. اکی سوربون نرخی بلیت ای تاجیکستان به روسیه چند سومه یک ویدیو میکردی. دیروزه ویدیو ما را تماشا کن. نرخی بلیت گفتگیم که از 4700 تومان سر میشود تا 5100 تومان در بر میگیره. بدرو دیننگی ویدیو را تماشا کن. آیدی ما صحبت کردگی هستیم. صدرالدین عزیزوف نویسای. سلام علیک اکا. مرا تقویم پاسپورت روسی دارم. میتونم برم کی یا کی یگان فک در کره التماس جواب شب نویسی ندارم. نه برادر نمیتونی متاسفانه با وسیله تقویم ترسیه برای. مخصوم جان نویسای. سلام اکای سوربون. چندین بار می نویسم جواب نمیتین. کارخانه های دولتی روسیه با ما فکس روی کند. ما میتونیم داخل روسیه شویم. در حالتی که اگر پرزیدنت فدراسیون روسیه اجازه بده که کارخانه های دولتی مقصد میتونن که مهاجرای مهنتی را داخل کنند در این حالت البته یه چیزا فدراسیون روسیه تصمیم گرفتگی هستای علاقه از جمهوری ازبکستان و قزاقستان چندین مهاجرای نامنویس کرده را به روسیه بردن ولی متاسفانه حالا از جمهوری تاجیکستان یگان کس بردگی نیستند. فیروز جان ایستای سلام اکای سوربون ما اگر بلیت بخرم همون ناچالنیک مون بیا به ایرپورت بگه کارگری ما های با ما در کارای میتونم گذشته. برادر عزیز اگر ناچالنیکو کی گپاشون میگذشت فکر میکنم که همه مهاجرای برگشته به وطن باز بازگشت میکردن میرفتن. صدای عاشق نویسای برادرها کانال ما را دستگیری کنین التماس پادپیسات کنین پیشکی بخشش کلام برادرو بودرو این برادر را دستگیری کنین تا که موتیواسیاش بشوه یگان چیزهای خوب پیشکش بگردونه که منفیاتش با مردم برسه. نظرالدین نویسای سلام علیکم براد چی با در مکتبا در دانشگاه های خودمون موی سری بلند یا که تلفن ممکن نیست در دیگه دولت ها لوبای خیلی ممکن است گلاونی سواد باشد. برادر عزیز مکتب دانشگاه یعنی بیمارخانه عموما همه چیزها همه مؤسسه ها به خودشان آیین‌نامه دارند. در جمهوری تاجیکستان در آیین‌نامه های مکتب و در آیین‌نامه های دانشگاه همه چیز آمادگی هست که به سر و لباس درسی باید که خواننده حاضر نشود یا که با موی سری بلند حاضر نشود یا که با تلفن موبایلی. هر یک آیین‌نامه به خودش یک قانون و قاعده دارد. این قانون و قاعده آیین‌نامه های خودمان همی خیلی. یک کسی دیگه نویسته که از ماه مارت رئیس های دائمی کشوده می شوند یا اینکه نه. از ماه مارت رئیس های دائمی ازبکستان و تاجیکستان باید کشوده شوند. شامیل مگامدوف نویسته ما می نویسیم چی با کامنتری ما را نمی خوانی اکا. برادران عزیز من یک چیز به شما خاطر رسان کنم که بسیار از شما ویدیوها را تا آخرش تماشا نمیکنین و ممکن که بعضی شما را من سوال هاتون را در آخری ویدیو می خوانم و همین خاطر با یک خیلی دشنام میکنین یا که خیلی می نویسی که چی با کامنتری های ما را نمی خوانی. کم نفران که ویدیو را تا آخرش تماشا میکنن و همین خاطر ایجاد ای بی من نیستم برادر. برادران عزیز ویدیو را جنبست میکنیم یگان سوالی دیگر باشد در اینستاگرام ما پادپیسات کنین و سوال های خودتون را روان کنین. در کانال یوریستیجی ابونه شدن فراموش نمیکنین. خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه های دیگر.